بعد آره یا میگه من خودم نمیدونم استان نرفتم، خیلی شوق دارم برم انشالله که به این افغانستانی ها زندگی کرده. سلام بچه ها، برگشتیم. سلام بچه ها، بچه ها افغانستان، بچه های هزارگی که اومدن این ویدیو رو ببینن، بچه ها افغانستان فرقی نداره، همه یکی. بله، بریم که ادامه پارت دوم اون ویدیوی که با امیر عطا سلگیجان عزیز که با افغانستانی ها زندگی کرده و 15 سال باشون زندگی کرده و زبونشون رو یاد گرفته یا گویششون رو یاد گرفته و دونسته به هزارگی هم صحبت کنه و بخونه اونم به سبک کوهستانی. حالا تا اینجا رو توضیح دادیم، حالا اونا که پارت یکشون نایده حتما برن ببینن، اگه هم نایدید میتونیم از الان شروع کنیم با هم ببینیم. بریم پارت دومشو ببینیم و واکنشش نسبت به زندگی بین افغانستانی ها چیه. این ایرانی، این بچه، این از دیار لرستانه، دیار لرستان. آره، بریم سراغ ویدیو. Let's go. فارسی بود، هم زود یاد گرفتم. بعد تا اینکه یه روز رفتیم توی کارگاهی گیتار میزدم، این دنبوره رو که دستش دیدم این میزد. آه، داستان اون دنبوره است. خیلی راحت بود به چشم من، بودم این ساز رو من بده، من سه روزه یاد بگیرم. اینو بگم که امیر عطا جان کلا ببین اصلا بری اون سر دنیا هم باشی به یه چیزی انگیزه داشته باشی میای اونو یاد میگیری برمیگردی. خصوصی که مثلا یه کشوری مثل افغانستان یا ایران فرق نمیکنه، حالا ایرانش هم که قشنگ ما لور و کرد و عرب و اینا داریم، افغانستان هم همینجوریه، قوم های شیرین جذاب. آره، شهرهای زیبا، موقعی که تو اون فضا قرار میگیری برات بالاخره جذاب، دوست داری زبونشون رو یاد بگیری. مثل ماها، واقعا من دوست دارم، من دوست دارم برم اون بامیانی، بوداهای بامیانی خیلی تعریف شده. آره، یه ویدیو هم درست کرده بودیم بچه‌ها، بامیان بری. آره، اینجا غزنه، این دوتا رو خیلی تعریفشون میکنن. حالا بچه‌ها گفتن که ما بریم افغانستان، هر جا رو دوست داشتیم من ویدیو براتون میگیرم میفرستم. اگه بفرسته برامون حتما براتون یه ریاکشن میریم. حالا به چی؟ خدا چه میدونه، شاید اومدیم. حالا بچه‌ها گفتن که اگر افغانستان جنگش بخوابه من خودم تنهایی میام در خونت ورت میذارم. بریم یاد میگیرم. گویی کار سه روز نیست پسر. گفتم تو چی کار داری؟ من یه سه روزه. اگه تو سه روزه تونستی با این دنبوره بزنی، من این دنبوره رو میدم بهت. اوه اوه مای گاد، بنده خدا. حالا بزن تعریف کنم، حالا بشن شما سپرایزش. بعد ما اومدیم سه روز تو خونه، یه آهنگم بود، هیچ خواننده‌اش هم یادم نمیاد که، یه دختر خونده بود، میگه خانه ما امشب چراغانه، یاری شیرین آمده میمانه. و خیلی ذوق کردم با این آهنگ، گوشش هم میدادم قبل از اینکه، حالا نه به خاطر اون سه روزه، آره تو ذهنم بود. بعد اومدم با دنبوره زدمش، دیدم خیلی راحته، یعنی تو آهنگایی که بخوای بزنی این او شبو نایمایم شو چراغانه، اینو یاد گرفت. آه نه، یاد گرفت چرا میخوام یه آهنگ هزارگی برات بخونم. دو بخون. گفتم با دنبوره. آره. بعد نه اصلا فکر نمیکرد که من بتونم بزنم. شروع کردم. حالا شاید مثلا ویبره نداده باشم، خب چنگ نزده باشم، همینجوری میزدم.
خیلی آسون ولی خوندم براش مهم این بود رفتم که براش بخونمش اصلا شو بیننده هم گوش بده بابا بابا اولی آهنگی که من با دنبوره خوندم این بود بچه ها دنام داره بدی یه دنام داره آره میخواستم بگم با دنا رفته دیگه خودشون اینو سر ویدیو قبل ما نمیدونستیم که این ویدیو که گرفتن داخل ایران بوده یا افغانستان بوده ما اونجا اشتباها گفته بودیم افغانستان ولی مثل که ورامینن آره. داخل ورامین هستن و تهرانه بریم ادامه خانه ما امشب چراغانه یاری شیرین آمدم ایمانه وای بابا میگه امشب خانم چراغان یار شیرین آمده بمانه ولی بمونه دیگه لفظ دیگه لفظ شیرین بود بمونه دیگه یار دیگه باید بمونه بره که دیگه به درد نمیخوره دیگه یار باید بمونه دیگه باید بمونه لذت ببری یاری شیرین آمده میمانه یاری شیرین آمده میمانه وای عجب رسم زمانه شده مالو یار شش تنه میمانه مالو یار شش تنه میمانه ولی یه چیزی برای خوش داره کیف میکنه خوش داره کیف میکنه ولی یه چیزی برام خیلی جالبه و خفن بودن امیر عطا رو نشون میده میدید چیه اینه که من گفتم شاید نه گفتم شاید مثلا این آدم بچه مشهدی جایی باشه خراسان رضوی باشه یا خراسان شمالی که راحت تر بتونه حداقل یاد بگیره مثلا زبان دری و زبان فارسی دری رو خب ولی بچه لرستان هیچ ربطی نداره آره شما بالاخره پایه باشی یه پایه بالاخره چیزی بلدی موقع که بچه مشهد باشی خب پایه چیزی بلدی میتونی ارتباط برقرار کنی خب ولی اینجا دیگه ولی میشونی. این لرستان کجا بعد افغانستان. تهران میشینه نه دیگه لرستان افغانستان آه اون ستانشو ستاناش یکیه دیگه فقط اون دوتا ست کلمه اوله بچه آره خیلی جالب خوده خفن نیست بچه بگید داخل کامنت اگه دوستش دارید واقعا قلب بذارید من که حال میکنم باش واقعا پشت کار خوبی داره من میخواستم بگم شما کنسرت هم اجرا کردین برای خدای شکر که کنسرت های خوبی داشتم مشهد داشتم کنسرت دورامین دو سی جا داشتم کنسرت های موفق مقوم بود اصفهان اصفهان نزدیک یا خدا مشهد و قم و اصفهان و ورامین و همه جا کنسرت داشته بچه رو ندیدیم آره منم ندیدم بچه شما دیدین رفتین کنسرت کسی که رفته کنسرتش حتما بگید کامنتا به آره خیلی جالب شد هزار نفر جمعیت اومد بالاتر هزار نفر قدر علاقمند هستین قدر خوش دارین آیا افغانستان رفتین از نزدیک دیدین یا نه از امیرای دور عاشق شدین خیلی زنده باش سوالای شما من یاد جوابای میندازه که همیشه میدم واقعا این ریسی ها که موگه آره بعضی وقتا ما ریسیگی هم میکنم یعنی دروغ هم میکنم نه دروغ چطور هسته ما را اعلان هم میکنم موگه اینمی رقم گبزده و گبزده یک ایرانی نیه تو یا آیه تو از آره آیه این مادر و یا مادر از آره یا بابه تو از آره یا خاطی تو از آره موگه خانم از من میگم نه بخدا هیچ کس از آره نیه خب اینا باور نمیکنم میگم آره آره آیه مزاره مادر مزاره می مادر از کدام مردم هم میگم آیه مزدای کندی ولسوالی خدیر قریه پشت رو الان نفهمیدم یعنی تو الان اصلا افغانستان نرفتی؟ چرا؟ یه تیکه عجیب بود دایکندیه ولسوالی خدیر قریب دایکندی آمان دایکندیه آره شنیدم اسمشو بعد اتفاقا میفهمم پرسام بکنم میگم بعد میگم تو از کجا هستی میگه که ما از دایکندی هستیم میگم از کدام ولسوالی میگه از ولسوالی خدیر میگم از کدام قریه ای خب وای همه قریه کرگه خب میگم فامیل بشه همین کرگه دان مینگا یک قریه یک روستای مثلا خیرآباد مثلا همین عالی لوراباد داره قلیگبری داره فیلا اون جمع میتونه یک قریه کوچیک تو یه دهات دوباره بخش بندی دیگه داره اینگاه. آره اینگاه بخش بندی میشه دقیقا ایران هم همینجوری مثلا همدان و طالاقان و قزوین همینجوری این... هی تو هم دیگه هی میره بابا این تو یه روستا این یه روستا چند تا بخش توی این چند تا بخش میگه چند خونه اینجوریه چند خونه اونجوریه خیلی بول بود نقطه نقطه داره قلبله داره بعد یارو هم این سوال میکنه آره بعد میگم از
مثلا کجای کرگه دان مینگک دان سیوک دان شینیه دان خود کرگه یا خدا چقدر جذاب دختره میگه من خودم نشیدم اینا رو تو از کجا شنیدی نیرا خیلی خفنه و به خدا خفنه نگاه کن اینجا اصلا نابه یه دونه است کجای کرگه دان مینگک دان سیوک دان شینیه دان خود کرگه بعد آره یا میگه من خودم نمیدونم افغانستان نرفتم خیلی شوق دارم برم انشالله که به این افغانستانی ها
اینو جذاب میکنه برای آدم. هوری مردگک دروی اسمو کلو طاقت کنوم همین زمیستو بیچارگک کلو طاقت کنوم همین زمیستو کلوت کنم بیا خد مرا بیستو مرا بیستو بیا بگیر بیا مرا بگیر. من میخواستم نظر شما را به عنوان یک فرد ایرانی درباره هموطنای ما که در افغانستانی های ما که در ایران هستن بخوام. راجب افغانستان خواه شنیده میخواییم راجب مردم افغانستانی که در ایران زندگی میکنن نظرتون را بفهمیم. ببینید مردم افغانستانی که توی ایران هستن توی ایران نمیشه به اینا بگی مهاجر، هم اون عزیزانی که از اهل سنت هستن و اون عزیزانی که اهل شیعه هستن، ایران چون یک کشوری که اهل سنت و اهل شیعه و اصلا این صحبت ها اصلا وجود نداره، هیچ فرقی ما بینشون نمیذاریم. ما طایفه مادریم خیلی هاشون از اهل سنت هستن، از کرد ها هستن و ازدواج هم میکنن با هم دیگه. اینو یه داستان دیگه هم پیش اومد این وسط، مادرش هم کرده، یعنی ماشاءالله به این همه همه فن حریفه، ولی چه حرفای قشنگی میزنه. حالا با اینکه در ادامه ببینیم چی میگه، ولی میگه آقا ایران گزینه خوبیه، هم علاوه فرهنگی، همین که بس شیعه و سنی دعواش شیعه و سنی خودشون اومدن. آره دیگه، اینا هم میگه خودشون، ولی سیاست غلطه کشور. آره سیاست کاری نداره، یک عده بیشور ایرانی هستن که میان بد رفتاری میکنن که من واقعا با این آدما دعوا دارم. طرف خوش با هم میسوزه دیگه. آره دیگه، میان شما رو نباید اینا رو به دل بگیرید. اکثریت مردم ایران میدونن چه جوری رفتار کنن و انسانیت حالیشونه. با اینکه دیگه اصلا بس انسانیت گذشته، ما همه برادریم با هم دیگه. میگم داره میگه که آقا تو ایران بس دعواش و سنی هم نیست، قشنگ اینو میتونن راحت زندگی بکنن. آره دیگه، گزینه خیلی خوبیه. حالا تو افغانستان داستانا نیست دیگه، یه ذره پیچیده میشه سر همون طالبان. بیاریم ادای بچه‌ها. می‌خواستم بگم با این حرفم که توی ایران اصلا مهاجر نیستن. توی ایران هم از لحاظ فرهنگ، هم از لحاظ مذهب، هم از لحاظ سبک زندگی، ایران افغانستان از قدیم هم که خبر دارید اصلا کلا یکی بودن و یکی هم هستن. شما که قدر افغانستانی رو خوب گپ میزنین و قدر با دوستای افغانستانی تان بودین، تا به حال شده که شما رو به عنوان یک افغانستانی اشتباه بگیرن یا ای که ردمرز کنن؟ ردمرز کنن. یه روز من با نیسان داشتیم بارکشی میکردم برای بچه های هزاره، بعد توی ماشین بودیم، چند تا بچه هزاره تو جلو نشستن، نیسان سه نفر چهار نفر جا میشه جلو، همه کپ نشسته بودیم بغل هم دیگه. مأمور نیروی انتظامی اومد و جلوی ما رو گرفت، بعد من خب چهرم به هزاره نمیخوره، ولی خب اونا خیلی چهرهشون قشنگ معلوم بود که افغانستانی هستن. بعد بخاطر که هزارگی میدونم چشم بادو میترن. آره بخاطری میگه قابل تشخیص بود، نه میخوره، ولی خب اونا خیلی چهرهشون قشنگ معلوم بود که افغانستانی هستن. بعد گفت که بزن بغل، زدم بغل، گفت به اینا بگو مدارک دارن یا نه. من به لهجه هزارگی چون عادت دارم، اصلا حواسم نبود که مامور اینجا بودم، بچه همون کارت مارتای خب بیدید تا این مامورا نگرفته شما را. خب بعد آره این مامور یه زمان نگاه کرد، بعد کارت آورد داد بودم کارتاشونه، بعد نگاه کرد کارت آمایش نبود، یه کارت دیگه کارگری مارگری بود دادن اونا، مامورا قبول نکرد، گفت این کارت نه، کارت دیگه اصلی. بهم کارت اصلی خوب دیدید دیگه، چی مامورای نیروی انتظامی رزیت میکنید؟ این که من به ازرگی گفتم آره مامور پلیس پراش ریخته گفتم کارت تو بیاد ببینم. خب پلیس پراش ریخته، این داشته هی ازرگی صحبت میکرد آقا کارتتون رو بدید دیگه، اونم هی پلیس میگه ای بون شاید خودش شاید افغانستانی باشه، هی درگیر بود که گفت کارت تو بده ببینم. آره گفت خودت هم کارت تو بده، خودم من ایرانی ام بابا. گفت نه کارت تو بده، من اینو میشه ازرگی صحبت افغانی صحبت کنه، برو بیار هم گواهی نامه رو بستم هم کارت ملی همه تو ماشین بگو. این خیلی قشنگ صحبت میکنی، خواست من رو بگیره، خیلی شیرین دوست داشتنی بود، بسیار جالب. این کارتا با هم نبود دیپورت هم میکردم. اونجا یک کمک از دل کسایی که ممکن است مدرک نداشته باشن یا این چیزا آمدن بگم. خب دوستای عزیز بسیار زیاد خوش شدیم از اینکه در کنار آقای امیرعطا بودیم، از دوستای ایرانی ما. من خود هیچ دلم نمیشه که همراه اینا خدافزی کنم، اما به ناچار وقت کم است و نمیخواییم که مزاحم تا اینجا کافیه. فقط بچه اینو بدونید که چی جوری اینقدر ماها به همدیگه نزدیکیم که اینقدر راحت یه ایرانی میتونه بره با عشق
کنار افغانها زندگی بکنه و اینجوری قشنگ گویششون هم یاد بگیره، زبونشون هم یاد بگیره. اینجوری دیگه ارتباطا این شکلیه. امیدوارم در آینده این ارتباطا بیشتر هم بشه. ما الان ارتباطمون خیلی بیشتر شده دیگه، ما دیگه همه دیگه واسه